بیننده های خوب تک تک سلام، چندین باره باز هم در خدمتتون هستیم با گزارش از پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت. همکاران خوب من واقعا شاهکار کردن، یکی از پرمشغله ترین افرادی رو که در این همایش حضور دارن تونستن بکشونن به جلوی دوربین تک تاکس و ایشون البته 5 بار اومد تا تو استودیو، ولی باز موبایلش زنگ می‌خورد میرفت و میومد. این نشون دهنده این است که مشغله کاری بسیاری داره. خب طبیعتاً مدیریت چنین همایشی هم کار بسیار سختی است. در خدمت جناب آقای مهندس محمد ثروتی هستیم، مدیر عامل شرکت پارسیان و مجری همایش بانکداری الکترونیک. مهندس سلام. سلام، شما بخیر. خدا قوت. سلامت باشین. خیلی ممنون. آقای مهندس، همکاران ما هر چی شما موبایل و ویسیم و اینا داشتید ازتون گرفتن، گذاشتن پشت صحنه. ولی میدونم که داره زنگ میخوره. اینو بهتون بگم. ولی ما میخوایم 5 6 دقیقه وقت بدیم. آقای مهندس، شما دومین دوره است که این همایش رو برگزار می‌کنید، چهارم و پنجم، درسته؟ نه، سومین دوره است. سومین دوره است. خب اولا به عنوان کسی که مجری 3 دوره همایش بانکداری الکترونیک بودید، بفرمایید که تفاوت این همایش پنجم با همایش قبلی چی بوده؟ و بعدم یه قدری هم از مقدمات و سختی‌های کار بگید که بعداً برای این انداز جذاب بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از حضور شما در همایش بانکداری الکترونیک که به نظر من مجموعه تک تاکس از سال گذشته که یک کاری شروع شد و دقیقه 90 هم البته شروع شد، اینها این کار انجام دادیم، یه تجربه خیلی خوبی داشتیم با مجموعه تک تاکس و خب این امیدواریم که امسال که تکرار شد و بتونیم سال به سال این همکاری که با تک تاکس داریم به طور حرفه‌ای‌تر و گسترده‌تر و با نوآوری بیشتر انجام بشه. همایش پنجم و نسبت به همایش چهارم حتما ارتقای کمی و کیفی بیشتری داشته. کیفیشو خب بالاخره باید مخاطبین ما باید بگن، اینها شاید خیلی شاخص بردار نباشه، اما بالاخره وقتی برگزاری چندین کارگاه ارائه محصول، چندین کارگاه آموزشی، چندین سخنرانی اصلی در سالن، خب خیلی میتونه اینو بلاز کیفی نشون بده که بالاخره جمعیت زیادی که هسته چقدر از سطح کیفی بالای برخوردار است. نمیدونم، تقریبا یه همایشی که 2 روزه برگزار میشه، تقریبا روز دومش با یک افت به شدت زیادی از مخاطبی مواجه هستش. اینا ما این همایش رو امروز اگر شما تونسته باشید گزارشی از سالن‌های جانبی ما مثلا بگیرید، با یک افزایش شدید نیرو مخاطبی مواجه بود. ما متاسفانه به دلیل محدودیت امکانات نمی‌تونیم سرویس خوبی بسن بدیم. اینها همایش سالن بانکداری الکترونیک خب بالاخره هر سال به کمی و کیفی افزایش پیدا می‌کنه. ما به دلیل محدودیت‌ها مجبور شدیم که تعدادی از حامیانمون، شرکت‌های علاقمند توی قرفه گذاریامون، مخاطبین توی همایشمون نتونیم امسال داشته باشیم. بالاخره محدوده فیزیکی همایش محل برگزاری برج میلاد هستش که این محدودیت ایجاد شده و متاسف هستیم براش، ولی بالاخره همایش پنجم نسبت به همایش‌های دیگه با یک رشد حداقل 30-40% مواجه بوده در همه بخشاش. امیدواریم که بتونیم برای سالهای بعدم برنامه‌ریزی‌های بیشتری و کارهای بیشتری انجامش بدیم. خب حالا قبل از که وارد مقوله در واقع استانداردهای این نوع همایش‌ها بشیم، فقط قبلش خواستم این نظرتون رو بدونم. به نظر شما حالا این همایش با این موضوع بانکداری الکترونیک چقدر میتونه تأثیر داشته باشه روی دستاوردها و هم‌افزایی که ایجاد کنه بین شرکت‌های فعال در این حوزه، بین بانک‌ها، بین مسئولین، بین همه علاقه‌مندان این عرصه؟ نما کنین، این همایش به جرئت میتونم بگم که بزرگترین و جامع‌ترین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت بانکداری الکترونیک کشوره که مجموعه های تقاضا کننده و عرض کننده تقریبا بخش قابل توجهش اینجا حضور دارن. اگر نگم 100%، بالای 90% مخاطبین ما اینجا داریم و این روز به روز هم تقاضا بیشتر میشه. یعنی این که این تونسته هم افزایی خوب ایجاد بکنه، اینجا رو شرکت هایی که دارن عرض کننده هستن و اونهایی که متقاضی هستن و دنبال محصول خدمتی هستن، اینجا رو بستر مناسبی براش دیدن و این همایش و نمایشگاه به نظر من فرصت خیلی خوبیه برای هم‌افزایی برای مجموعه های توی صنعت بانکی الکترونیکی و ما از همین الان تقاضاهایی برای سال بعد داریم. ببینید که ما امسال چند تا شرکت خارجی و حامی خارجی هم داشتیم که اومدن حضور داشتن. ما باز به دلیل محدودیتایی که داشتیم نتونستیم فضا و قرفه بدیم. 2-3 تا شرکت خارجی هستن که حضور نمایندگاشون اومدن اینجا که بررسی کنم برای سالهای بعد احتمالا بتونم اینجا حضور پیدا بکنم. بسیار خوب. به عنوان آخرین سوال، حالا مشکلتون هم زیاد هست، به لحاظ کیفیت برگزاری این همایش
استانداردهای این همایش چه فاصله‌ای داره با استانداردهای بین‌المللی؟ یه مقایسه می‌خوام، مقایسه بشه این همایش با همایش‌های بین‌المللی در خارج از کشور. نکنین ما به البته حالا کسی نمیگه که مثلا ماست من تورشن ها، ولی ما مشکلمون عمده هم بحث جا هستش. اگر جامون که استاندارد بین المللی ندارد رعایت بشه و بتونیم داشته باشیمش، خیلی از بخش های دیگه مونو میتونیم بقول ما استانداردش بکنیم. توی تهران جای دیگری نبود؟ نه، مجموعه ای که فضای کارگاهی سالن های جانبی داشته باشه، سالن اصلی به این وسعت داشته باشه، سمارت سالن نمایشگاهی داشته باشه، تقریبا جایی نداره. و همین دلیل مجبوری که ما و این با استانداردهای بین المللی که هیچی، با استانداردهای بومی خودمون خیلی فاصله داره. اما مجبوریم بر این اساس عرضم به خدمت شما بالاخره بسازیم، چاره‌ای نیستش اینها. اما در نوع خودش بالاخره پر مخاطب ترین، شلوغ ترین و با کیفیت نمایشگاه و همایش بانک الکترونی در کشور هستش. به نوعی از مشکلات هم گفتید، در واقع میشه گفت مشکلات دیگری هم هست؟ نه، عمدش مشکل جاست. عمدش مشکل جاست. نکنه اینجا مثلا ما قشنگ اینجا فضاشو داریم که بالای مثلا 3000 نفر مخاطب سخنرانی داشته باشیم، جا نداره. اینجا فضاش هستش که ما بالای 2500 به 3000 متر قرفه داشته باشیم، جا نداریم. حد اکثر فضا با قول معروف وصل پیده مثلا میشه 1200 متر. سالن های جانبی اون اگه شما امروز ملاحظه کرده باشید خیلی شلوغ بوده است. حداقل دو برابرش باید سالن جانبی می‌داشتیم که برای اینکه کارگاه ها آموزشی ارائه محصول اینا بتونه ارائه بشه. اینها فضای پذیرایی هم حداقل باید 1.5 دو برابر این وضع موجود بشه. اینها نداریم اینو متاسفانه. این عمده مشکلاتمون اینا هستش. وگرنه همکاری و هماهنگی مسئولین برج میلاد به شدت عالی، خوب و در اوج همکاری هستش، اما بالاخره محدودیتی است که در اختیار من و دوستان برجم نیستش. بسیار خوب، خدا قوت میگیم ان شاء الله خیلی متشکرم. همایش تموم میشه ان شاء الله. سخن پایانی اگر دارید، چون فکر میکنم تقریبا 4-5 ساعت دیگه همایش کلا پروندهش هم تمامش پنجم بسته بشه. حالا انظر شما بسته میشه، بعضی ما باز یه فصلی از کار داره دیگه. حالا هم برای جنبندی این همایش و کارهای مونده شده، کاراشو و برنامه‌ریزی برای همایش آینده از نظر ما. خداوقت جانانه خدمت آقای سروتی و همکارانشون. باز هم با ما همراه باشید، با گزارش‌ها و گفتگوهای دیگری هم در خدمت شما خواهیم بود.